دادستانی پاریس روز پنجشنبه اعلام کرد که جسد عبدالحمید اباعود که از او به عنوان مغز متفکر حملات تروریستی جمعه شب پاریس نام برده می شود در میان تلفات یورش روز چهارشنبه پلیس ویژه فرانسه به محله در شمال پاریس شناسایی شده است دادستانی پاریس در اطلاعیه رسمی که توسط خبرگزاری فرانسه منتشر شد میگوید جنازه کشف شده در ساختمانی در محله سندنی پاریس رسما شناسایی شده و به عبدالحمید اباعود 27 ساله تعلق دارد پیشتر روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از دو مقام ارشد اروپایی مرگ این فرد در عملیات صبح چهارشنبه را گزارش کرده بود اما این خبر تاکنون از طرف دولت فرانسه تایید نشده بود واشنگتن پست می نویسد معلوم نیست ابا او چگونه کشته شده آیا در تبادل آتش با پلیس جان خود را از دست داده خود دست به انتحار زده یا در جریان انتحار زنی که در آپارتمان خود را منفجر کرده جان باخته است با این حال دادستانی پاریس تاکید کرده که عبدالحمید اباعود که به عنوان مغز متفکر حملات پاریس معرفی شده در میان هفت مرد دستگیر شده نیست دادستانی پاریس گفته است محل اختفای مزنونین از طریق یک تلفن دورانداخته شده پیدا شده است دادستانی پاریس گفته است محل اختفای مزنونین از طریق یک تلفن دورانداخته شده پیدا شده است. عبدالحمید اباعود بلژیکی است، تبار مراکشی دارد و گفته می شود پیشتر نیز برای طراحی و انجام حملاتی از سوریه به اروپا بازگشته بود. حملات جمعه گذشته در پاریس که طراحی آن به اباعود نسبت داده شد، دست کم 129 کشته بر جای گذاشت. این حملات در شش نقطه از شهر پاریس با تیراندازی به مردم و انفجارهای انتحاری صورت گرفت. نشریه تایم مصاحبه از او را با نشریه انگلیسی زبان حکومت اسلامی بازتاب داده که در این مصاحبه ابا اود از جمله میگوید دست کم یک بار توسط یک افسر پلیس متوقف شده اما او نتوانسته هویت واقعیش را شناسایی کند در نتیجه رها شده است عبدالحمید ابا اود تاکید کرده که پلیس بلژیک از قبل او را میشناخته و زیر نظر داشته است فرانسوا مولن دادستان پاریس همچنین اعلام کرده یک گروه جدید تروریستی مورد شناسایی قرار گرفته. آقای مولن گفته با توجه به اصطلاح ها و تجهیزات کشف شده احتمال می رود که این گروه خود را برای حمله جدیدی آماده می کرده. در جریان عملیات صبح چهارشنبه پلیس ضد تروریسم فرانسه با حمله به یک ساختمان در شمال پاریس حداقل دو مزنون مرتبط با حملات جمعه گذشته را کشت و هفت مرد و یک زن را بازداشت کرد طبق گزارش ها در این حمله یک زن نیز با جلیقه انتحاری به زندگی خود پایان داد بیش از 100 پلیس و سرباز فرانسوی در عملیات بامداد چهارشنبه شرکت داشتند که در جریان آن مناطق اطراف مسدود و بیش از 5000 گلوله شلیک شد. مقام های فرانسوی میگویند در حال تشخیص هویت بقایای جسد یا اجساد کشف شده در محل هستند. فرانسوا مولن دادستان پلیس به خبرنگاران گفته است او هنوز نمیتواند هویت کشته شدگان را فاش کند ایالات متحده نیز گفته منتظر اعلام رسمی هویت افرادی است که در این عملیات کشته شدند در همین حال در ادامه وضعیت امنیتی برقرار شده در اروپا به دنبال حملات تروریستی پاریس پلیس دانمارک روز چهارشنبه یکی از ترمینال های فرودگاه کوپنهاگ را پس از یافتن یک چمدان مشکوک تخلیه کرد سخنگوی پلیس دانمارک در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت این اتفاق ظهر روز چهارشنبه 27 آبان ماه رخ داده با این حال به گفته این مقام پلیس دانمارک پلیس تهدید مستقیمی در این باره دریافت نکرده بود تخلیه ترمینال فرودگاه در پایتخت دانمارک تنها ساعتی پس از آن رخ داد که سطح تهدید امنیتی در کشور دانمارک به درجه دو افزایش یافت کوپنهاک پایتخت دانمارک سال گذشته نیز شاهد چند اقدام تروریستی علیه شهروندان و یهودیان ساکن آن بود که دو کشته و چند مجروح بر جای گذاشت سطح وضعیت و اقدامات امنیتی در کشورهای مختلف قاره ای اروپا به دنبال حملات جمعه گذشته در پاریس به شدت افزایش یافته است. حملات هوایی فرانسه و روسیه در رقه پایتخت دولت اسلامی سی و سه کشته در میان افراد داعش بر جای گذاشته است به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز چهارشنبه 27 آبان در پی تشدید بمباران علیه نیروهای داعش در رقه سوریه سران داعش و هزاران تن از اعضای این سازمان در حال انتقال اعضای خانواده خود از رقه به موسل هستند شهر موسل دومین شهر بزرگ عراق از مدت ها پیش به تصرف نیروهای حکومت اسلامی در آمده از نظر خطر بمباران هوایی امتر از رقه و برخی مناطق دیگر تحت تصرف داعش به شمار می آید روز سهشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ارتش کشورش دستور داد تا با فرانسه به عنوان یک همپیمان همکاری کنند ولادیمیر پوتین و فرانس باولان رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی روز سهشنبه 26 آبان در زمینه تماس نزدیکتر و هماهنگی عملیات دو کشور در سوریه توافق کردند روسیه روز چهارشنبه 27 آبان اعلام کرد که هواپیماهای جنگیش 150 نقطه را در سوریه هدف قرار دادند آژانس امنیتی روسیه همچنین اعلام کرده است که برای هر اطلاعاتی که منجر به دستگیری سوء قصد کنندگان به هواپیمای مسافربری روسیه در مصر شود پاداشی پنجاه میلیون دلاری در نظر گرفته است گزارش ها است که تایی عملیات هوایی 72 ساعت گذشته فرانسه در سوریه شمار زیادی از ایستهای بازرسی داعش و انبارهای مهمات و سنگرهای این گروه هدف بمباران قرار گرفته است نیروهای اطلاف به رهبری آمریکا از مدتها پیش به بمباران موازه داعش در سوریه و عراق مشغولند ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که طرحهایی دارد تا در عملیاتی مشترک با ایالات متحده برای پایان دادن به حضور داعش در مرزهای خود با سوریه شرکت کند همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ناظر سوری و یک منبع آگاه امنیتی گزارش داده است که ارتش سوریه و مخالفان مسلح این کشور شامگاه چهارشنبه 27 آبان مشغول گفتگو برای رسیدن به یک آتش بس 15 روزه در قوته واقع در شرق دمشق بودند گروه دیدبان حقوق بشر سوریه گفت این مذاکرات احتمالاً با کمک میانجیگرانی از ایران و روسیه صورت میگیرد در تحولی دیگر سرگئی لابروف، وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه 27 آبان گفت کشورهای غربی نباید همکاری با مسکو برای مقابله با داعش را به حذف بشار اسد از قدرت مشروط کنند هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش نیز پس از دیداری با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن گفت دو کشور انتظار گذاری قریب الوقوع در سوریه را ندارند وی تصریح کرد ما در مسیر صحیح حرکت می کنیم. اما بیانیه دادن در مورد زمان لازم برای حل مشکلات بی موقع خواهد بود مارک عبدالله پادشاه اردن که به بیان سفر کرده است پس از این دیدار با رسانه ها صحبت نکرد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا توافق به دست آمده در وین میان کشورهای شرکت کننده از جمله ایران، روسیه، عربستان سعودی و آمریکا در مورد مسیر آینده سوریه را یک گام عظیم خواند در نشست بیان اعلام شد که بر سر یک نقشه را به سوی ایجاد یک دولت فراگیرتر در دمشق ظرف شش ماه و برگزاری انتخابات تا هجده ماه دیگر توافق شده است بر اساس بیانیه ای که پس از نشست صادر شد دولت آقای اسد و گروه های مخالف باید تا ضرب العجل اول ژانویه مذاکرات میان خود را آغاز کنند قرار است ظرف شش ماه پس از آن دو طرف بر سر تشکیل یک دولت انتقالی معتبر همه و غیر فرقه به توافق برسند. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه روز پنجشنبه در مورد احتمال وقوع حمله شیمیایی یا بیولوژیکی در این کشور هشدار داد این دومین بار در هفته جاری است که نخست وزیر فرانسه از وقوع اتفاقی بدتر از حملات جمعه شب در پاریس خبر میدهد او روز دوشنبه از احتمال حملات تازه در دیگر کشورهای اروپایی خبر داده بود شامگاه جمعه گذشته شهر پاریس شاهد وقوع شش حمله تروریستی همزمان بود که 129 کشته و ده و مجروح بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای والس روز پنجشنبه 28 آبان ماه گفت کشورش باید برای مقابله با هر وضعیتی از جمله خطر کاربرد سلاح‌های شیمیایی یا بیولوژیکی آماده باشد. نخست وزیر فرانسه این سخنان را در جلسه مجلس این کشور که برای بررسی تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه تشکیل شده بود بیان کرد مانوئل وارس همچنین خواستار همکاری تمام اعضای اتحادیه اروپا در به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به مسافران هواپیماها با یکدیگر شد در همین حال به گفته رئیس پلیس اتحادیه اروپا حملات اخیر در پاریس سطح تهدید امنیتی در کل اتحادیه را بالا برده در فرانسه پلیس این کشور در اقدامی بی سابقه اعلام کرده که پرسنلش از این پس مجاز خواهند بود حتی هنگامی که در مأموریت نیستند نیز نیست اسلحه به همراه داشته باشند پلیس بلژیک هم روز پنجشنبه شش عملیات با هدف بررسی مکانهایی انجام داد که خانواده دوستان و دیگر افراد مرتبط با بلال هدفی در آنها زندگی می کنند. بلال هدفی یکی از مهاجمانی است که در حملات تروریستی پاریس خود را در نزدیکی استادیوم ورزشی استادو فرانس منفجر کرد او ملیت فرانسوی داشت در بلژیک زندگی میکرد و مدتی را نیز در سوریه گذرانده بود داعش اعلام کرد یک شهروند چینی و یک شهروند نروژی را مجازات کرده است داعش پیش از این نام شهروند چینی گروگان گرفته شده را فانجینگ هوی اعلام کرده بود سخنگوی وزارت امور خارجی چین گفته است پکن از گزارش اعدام شهروند چینی شدیدا حیرت زده شده و مسببان را به دست عدالت خواهد سپرد نخست وزیر نروژ نیز تایید کرده که شهروند گروگان گرفته شده آن این کشور به احتمال زیاد جان خود را از دست داده است گزارش ها در مورد کشته شدن این دو شهروند با انتشار تصاویر جسد دو مرد در نشریه انگلیسی زبان دولت اسلامی منتشر شده است گروه دولت اسلامی پیشتر نیز شماری از شهروندان کشورهای مختلف از ایالات متحده تا ژاپن را گردن زده یا به قتل رسانده بود این گروه صدها نفر از شهروندان عراق و سوریه را نیز در جریان اعدام های دست جمعی به قتل رسانده است در خبری دیگر گروه دولت اسلامی در آخرین شماره مجله الکترونیکی خود عکسی از بمب کار گذاشته شده در هواپیمای خطوط هوایی روسیه را منتشر کرد انفجار یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی روسیه که ماه پیش بر فراز شبه جزیره سینا رویداد دویست و بیست و چهار کشته بر جای گذاشت این هواپیما از شرم الشیخ در مصر پرواز کرده بود داعش در مجله خود نوشته است که هدف ابتدا کار گذاشتن بمب در یک هواپیمای غربی بود اما پس از آن این طرح تغییر کرد بنابراین گزارش انتقال بمب هواپیمای روسی از راه یک شکاف امنیتی در شرم الشیخ صورت گرفت پیش از این روزنامه روسی کمرسانت به نقل از یک منبع که نامش فاش نشده نوشته بود که بمب در کابین مسافران و زیر صندلی یکی از مسافران کنار پنجره کار گذاشته شده بود که باعث انفجار و شکستن شیشه و کاهش فشار در داخل هواپیما و در نتیجه منفجر شدن آن منجر شود این در حالی است که برخی گزارشها حاکی از آن بود که بمب در بخش وسایل و چمدانها جاسازی شده بود در اقدامی دیگر داعش دو نوار ویدیویی در مورد طرح عملیات انتحاری در نیویورک و واشنگتن منتشر کرده است روز پنجشنبه 28 آبان مقامات شهری نیویورک با تایید انتشار این نوار ویدیویی به ساکنان شهر اطمینان دادند که تمهیدات امنیتی لازم برای حفاظت از آنان در برابر حملات داعش پیش بینی شده است بیل د بلاسیو شهردار نیویورک در یک نشست خبری مشترک با ویلیام براتون رئیس پلیس شهر گفت که این نوار ویدیویی صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و با عجله و به منظور ایجاد رعب و وحشت تهیه شده است شهردار نیویورک به ساکنان این شهر گفت هیچ خطر فوری و جدی علیه شهر نیویورک وجود ندارد و از مردم خواست تا ضمن حفظ هوشیاری روال عادی زندگی خود را دنبال کنند ویدیوی منتشر شده توسط داعش که حدود 6 دقیقه طول می کشد شامل صحنایی است که در آن ظاهرا یک بمبگذار انتحاری جلیقه انفجاری را برتن می کند. در ادامه این فیلم تصاویری از چند نقطه مورد توجه جهانگردان در نیویورک نشان داده می شود در حالی که بمبگذار انتحاری ماشه انفجاری جلیقه خود را می کشد. بخش عمده فیلم شامل تصاویری از انفجارهای اخیر پاریس و فرانس واولان رئیس جمهوری فرانسه است. پلیس نیویورک در اطلاعیه ای گفته است اگرچه بخشهایی از این فیلم ویدیویی جدید نیست اما تهیه و انتشار آن به منزله تأکید بر این واقعیت است که نیویورک یکی از هدفهای اصلی گروه های تروریستی است بنابر این اطلاعیه پلیس شهر با همکاری پلیس فدرال آمریکا FBI و نیروی مشترک ضربتی ضد تروریستی و نهادهای اطلاعاتی در حال آماده باش قرار دارند در خبری دیگر در همین زمینه پلیس کشور هندوراس در آمریکای مرکزی گفته است پنج شهروند سوری را که با گذرنامه های سرقت شدی یونانی آزم ایالات متحده بودند بازداشت کرده است. سخنگوی پلیس هندوراس از پلیس بین الملل اینترپل خواسته است به تحقیقات در مورد این افراد کمک کند. ظاهرا پنج مرد سوری از السالوادور وارد هندوراس شده بودند و پلیس این کشور بر اساس اطلاعاتی که در مورد گذرنامه های مسروقه از پلیس یونان دریافت کرده بود آنان را بازداشت کرد سفارت یونان گفته است بازداشت شدگان با زبان یونانی هیچ آشنایی ندارند علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفت ایران ستون فقرات ثبات منطقه است و برای همین از کاخ سفید تا مجلس سنای آمریکا و از کاخ الیزه فرانسه تا باکینگهام انگلیس همه میگویند که ایران باید حاضر باشد خبرگزاری ایرنا روز پنج شنبه 28 آبان گفتگوی آقای ولایتی با روزنامه لبنانی السفیر را منتشر کرده که در آن آقای ولایتی تصریح کرده با کمک حزب الله لبنان و عراق کمک لازم به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را افزایش دادیم و برنامه های آمریکا در سوریه، لبنان و عراق را ناکام ساختیم. آقای ولایتی در این مصاحبه بار دیگر تاکید کرده ما هرگز از حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و حیدر عبادی نخست وزیر عراق مقاومت در لبنان و فلسطین و از جنبش های حماس و جهاد اسلامی در فلسطین دست نمی کشیم مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفت ما در سوریه شهید تقدیم می کنیم زیرا سوریه را از ایران جدا نمی در لبنان و عراق شهدا تقدیم کرده و خواهیم کرد و به آنها با تمام قدرت خود کمک می کنیم. وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از اوضاع کنونی منطقه خورسند نیست نسبت به آینده منطقه ابراز امیدواری کرد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد تا کنون به این اندازه اعتماد به نفس نداشته ایم زیرا با قدرت و صلابت در منطقه ایستاده ایم وزیر امور خارجه اسبق ایران گفت اگر ما به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کمک نمی کردیم و دمشق را رها می کردیم تا کنون سقوط کرده بود و اوضاع سوریه مثل اوضاع لیبی می شد. آنها برنامه ی تقسیم سوریه به پنج کشور را داشتند همانطور که رویای تقسیم عراق به سه کشور را در سر می پرورندند. ما در مقابل این برنامه ها ایستادیم و با سراحت می گویم که اگر این موضع ایران نبود دمشق و بغداد تا کنون فرو پاشیده بودند آقای ولایتی به دیدار جان کری و محمد جواد ظریف اشاره کرد که در آن آقای ظریف خطاب به وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر تهران از بغداد حمایت نکند داعش با شما به جای موسل از طریق تلفن‌های بغداد تماس میگرفت. آقای ولایتی گفت اگر ایران به یمن کمک نمی کرد صنعا تا کنون به دست مهاجمان سقوط کرده بود مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین المللی درباره روابط ایران و روسیه گفت روابط ما با روسیه در حال تبدیل به روابط راهبردی با روسیه و همچنین چین و تشکیل محور سگانه ایرانی، چینی و روسی است. آقای ولایتی گفت اوضاع عراق فاجعه بار نیست و معتقدم که اوضاع از این بهتر می شود. اهمیت عراق از هر کشور عربی دیگر بیشتر است. در سوریه با بهران باید به فوریت حل شود اما اهمیت عراق فراتر از سوریه است سخنان آقای بلایتی در حالی ابراز شده است که با مرگ شش ایرانی دیگر از جمله یک جوان 20 ساله به نام مصطفی موسوی تعداد نیروهای ایرانی کشته شده در سوریه در عملیات جدید سپاه قدس علیه مخالفان بشار اسد به بیش از پنجاه نفر رسید بر اساس گزارش خبرگزاری فارس محمد رضا ابراهیمی بهزاد سیفی و ستار عباسی سه نفر از نیروهای ایرانی روز سهشنبه 26 آبان در سوریه کشته شدند روز دوشنبه نیز رسانه های ایران خبر داده بودند که محمد جواد قربانی از اعضای سپاه پاسداران و ایمان خزای نژاد از نیروهای این نهاد در استان فارس در سوریه کشته شدند در همان روز جنازه مصطفی موسوی از نیروهای ایرانی کشته شده در سوریه در تهران تشییع شد. رسانه های ایران از مصطفی موسوی به عنوان جوانترین شهید مدافع حرم نام برده و اعلام کردند که او 20 سال بیشتر نداشته است. پس از عملیات محرم علیه مخالفان بشار اسد تعداد نیروهای ایرانی کشته شده در سوریه به شکل قابل توجهی افزایش یافته در همین حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز 20 آبان گفته بود که کمتر از پنجاه ایرانی در این درگیریها ها کشته شدند عملیات محرم از ابتدای ماه محرم و با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه توسط ارتش سوریه و واحدهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان برای بازپسگیری شهر حلب در سوریه آغاز شد. در همین حال روزنامه محلی اصفهان زیبا در مطلبی اعلام کرده است که با افزایش حضور نیروهای مستشاری ایران در طول ماهای اخیر در سوریه بر شمار شهدای اصفهانی مدافع حرم نیز افزوده شده و این استان با داشتن نزدیک به پنجاه شهید بعد از خراسان رضوی و قوم بیشترین آمار شهدا را به خود اختصاص داده است. با تداوم بازداشت حسین شیخ آقایی روزنامه نگاه و مدیر مسئول وبسایت خبری تحلیلی روانگه در شهر مهاباد هشتاد فعال مدنی خواستار آزادی او شدند وبسایت گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه 27 آبان ماه بیانیه این فعالان مدنی را منتشر کرده که شامل پزشکان وکلای دادگستری روزنامه نگاران پژوهشگران و سیاستمدارانی اغلب از مناطق غربی ایران است وبسایت روانگه وبسایت خبری تحلیلی است با تمرکز بر مسائل غرب ایران که به دو زبان فارسی و کردی سورانی مطلب منتشر می کند. دفتر این وبسایت در مهابات قرار دارد ایران به گفته گزارشگران بدون مرز همکنون با 38 روزنامه نگار و وبنگار زندانی یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه محسوب می شود. در تعاونی دیگر 53 شاعر و نویسنده ای ایرانی با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از همکاران خود در ایران از جمله رضا براهنی، فاطمه اختصاری، مهدی موسوی و مصطفی عزیزی نسبت به توهین و تخریب نویسندگان و شاعران در رسانه های اصولگرا انتقاد کرده و همچنین در مورد صدور احکام سنگین قوه قضایی علیه آنان اعتراض کردند. این بیانیه را چهرایی چون مهرنگیز کار اسماعیل خوی، قاضی ربیهاوی، رضا اقنمی، محمد تنگستانی، شیدا محمدی، آذر محلوجیان و پرتو نوری علا امضا کردند. در خبری دیگر رسانه ها از بازداشت محمد محسن مهاجرانی پسر اطلاع مهاجرانی در رابطه با پرونده گم شدن یک دکل نفتی خبر دادند. خبرگزاری های محافظ کار فارس و نسیم به نقل از منابع آگاه نوشتند که بازداشت محمد محسن مهاجرانی با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی انجام گرفته است. چند ماه پیش مسعود میرکازمی وزیر نفت در دوران محمود احمدی نژاد محمد محسن مهاجرانی را در رابطه با گم شدن دکل نفتی متهم کرد و گفت او دلال این دکل بوده است پس از این صحبت های آقای میرکازمی محمد محسن ماجرانی از او به خاطر نشر اکاذیب شکایت کرد ماجرای دکل نفتی گم شده به سال 1390 برمیگردد و گفته می شود با وجود اینکه اقساط مربوط به خریداری این دکل به ارزش ده میلیون دلار پرداخت شده بود دکل به ایران منتقل نشد برخی رسانه های ایرانی میگویند دکل خریداری شده هم در حفاری در مکزیک به کار گرفته شده است خبرگزاری فارس میگوید قرارداد خریداری این دکل با وساطت دو دلال نفتی از جمله محمد محسن مهاجرانی بسته شده است. شرکت تاسیسات دریایی ایران یک طرف قرارداد بوده است. پس از مطرح شدن این ادعاها، محمد محسن مهاجرانی با انتشار بیانیه اتهامات وارده را رد کرد. گزارش آژانس بین انرژی اتمی حاکی از آن است که ایران بخشی از فعالیت های خود را مطابق با توافق اتمی وین متوقف کرده است. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه 27 آبان گزارش آژانس را منتشر کرده که نشان می دهد ایران کار جمعوری سانتریفیوش ها و تأسیسات مربوط به آن در مراکز نتنز و فوردو را آغاز کرده است. گزارش نهاد ناظر سازمان ملل متحد در عین حال نشان می‌دهد که تهران همچنان با اجرای کامل تعهدات خود فاصله دارد. بر اساس نتیجه گیری منتشر شده در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی که آژانس به فعالیت های راستی آزمایی در خصوص عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در تأسیسات هسته‌ای و مکان خارج از تأسیسات هسته‌ای اعلام شده از سوی ایران که تحت موافقت نامه پادمان هستند ادامه می آژانس در وضعیتی قرار ندارد که اطمینان موثقی درباره فقدان فعالیت ها و مواد مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد و بنابراین نمیتواند نتیجه گیری کند که تمامی مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت های سلحامیز هستند. در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است تهران از میان 19 هزار سانتریفیوژ فعالی که در اختیار دارد تا کنون 4500 سانتریفیوژ را از تأسیسات نتنز و فوردو خارج کرده است. براساس این گزارش هنوز حدود ده هزار سانتریفیوژ دیگر باید جمع وری شود تا تهران این بخش از توافق هسته‌ای وین را به طور کامل اجرا کرده باشد این گزارش همچنین میگوید ذخایر گاز اورانیوم غنی شده ایران هم با افزایشی 460 کیلویی به 8 ممیز 3 تن رسیده است در حالی که طبق توافق وین این ذخایر باید تا میزان 300 کیلو کاهش یابد به گفته آژانس ای ایران هنوز کار بازطراحی راکتور عراک را آغاز نکرده است توافق هسته ای ویان وین ایران را متعهد به بازطراحی راکتور آب سنگین عراک میسازد. سازد امریکا هدف از آن کاهش تولید پلوتونیوم است که جایگزینی برای اورانیوم در تولید بمب هسته محسوب می شود در همین حال جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز چهارشنبه 27 آبان به انتشار گزارش فصلی یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشان داد. بنا به گزارش وبسایت وزارت خارجه آمریکا آقای کربی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا افزایش ذخایر اورانیوم کم ایران در این گزارش مستاق نقض برجام محسوب نمی شود گفت من قصد ندارم درباره گزارش آژانس که هنوز علنا توسط این سازمان منتشر نشده اظهار نظر کنم همانطور که می دانید این گزارش ها برای رصد پیشرفت ایران به سمت برآورده کردن تعهدات در برجام مهم هستند. آقای کربی گفت تا زمانی که آژانس تایید نکند که ایران به تمامی تعهداتش که در متن توافق مشخص شده پایبند نبوده وارد روز اجرا نخواهیم شد و بنابراین من وارد جزئیات مربوط به این موضوع نخواهم شد. یک منبع ارشد دیپلماتیک روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز در همین باره نوساناتی تا این اندازه در میزان ذخایر اورانیوم را امری طبیعی توصیف کرده بود.